از دوره 19 همه این مجموعه برنامه ها در خدمت شما هستم. این مجموعه برنامه رو اختصاص دادیم که به موضوع خط قرمز ها و منطقه های ممنوعه‌ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی تعریف شده و متاسفانه در بسیاری از موارد شهروندان ایرانی هم این خط قرمز ها رو رعایت می کنند. در برنامه گذشته به نمونه هایی از این خط قرمز ها، یعنی مثلا بحث نکردن در مورد وجود امام زمان، بحث نکردن در مورد وجود خدا، بحث نکردن در مورد معجزات، تحت پرسش قرار ندادن نهادهای نظامی و امنیتی، نهادهایی که کاملا بی حاصلن و بلکه مضر هستند، مواردی از این قبیل رو من یک به یک در موردشون صحبت کردم. در برنامه گذشته هم بحثم در مورد برخی از فرماندهان سپاه بود که متاسفانه اینها رو به عنوان قهرمان ملی، جنایتکارانی هستند که به عنوان قهرمان ملی به جامعه ایران معرفی میشن و در جامعه ایران هم چه جناهای سیاسی، چه شهروندان عادی، چه اهل دانشگاهیان، هنرمندان، اینها رو تحت پرسش قرار نمیدن، بلکه برای تقرب به حکومت از اینها به بزرگی یاد میکنن. بحثم در مورد قاسم سلیمانی بود. در این برنامه بحث من در مورد مسئله نادانی و جهل هست. حکومت‌های عامه‌گرا، حکومت‌هایی که خواهان این هستند که مردم در هر شرایطی به اونها توجه کنند، معمولاً مشکلات مردم، گیر و پیچ‌های مردم، اموری رو که جامعه باش درگیر هست، اینها رو به زیر قالی میفرستن و مدام از مردم تعریف میکنن. یکی از کارهایی که آقای خمینی میکرد و بعد هم آقای خامنه‌ای هم همینطور، امروز هم مجموعه رهبران جمهوری اسلامی به همین منوال حرکت میکنند، این است که همیشه هندوانه زیر بغل مردم میگذارن. میگن شما بهترین ملتی هستید که در دنیا هستید، شما از امت پیغمبر بهتر هستید، ایرانی ها باهوشترین مردم دنیا هستند، ایرانی ها اخلاقی ترین، ما بهترین دموکراسی رو در دنیا داریم، ما هر چیزی که در دنیا خوب باشه این رهبران جمهوری اسلامی همه خوبی ها رو به خودشون و به جامعه تحت حکومتشون نسبت میدن. کسانی رو هم که با اونها همراه نباشن، اونها رو هم عوامل بیگانه میدونن، اونها ایرانی نمیدونن که این عوامل بیگانه هستن. این سنت تعریف و تمجیدهای بی حاصل و تعریف جمع تمجیدهای بی اساس و بی پایه متاسفانه در 14 دهه گذشته در جمهوری اسلامی به یک روال تبدیل شده و به یک رابطه دو طرفه تبدیل شده. خب مخالفان سیاسی، کسانی که منتقد حکومت هستند، اونهایی که بخواهند، یعنی در واقع سودای در دست گرفتن قدرت رو داشته باشن، اونا هم عین حکومت رفتار میکنن. بخش قابل توجهی از مخالفان حکومت در خارج کشور هم به خودشون شجاعت انتقاد از مردم ایران رو نمیدن. مردم ایران مثل همه جای دنیا دارای بسیاری اشکالات هستند. میشود این انتقادات رو مطرح کرد. همه مشکلاتی هم که دارن به حکومت بر نمیگرده، بخشش به خود مردم بر میگرده. اتفاقا این حکومت آینه تمام نمای قشرهایی از جامعه ایران هست. روحانیت شیعه، پاسدارها، بسیجی ها، اینهایی که مردم رو سرکوب میکنن، اینهایی که با در واقع منابع کشور رو دارن تاراج میکنن، اینا از کره مریخ نیومدن، اینا از همین مردم بودن و امروز قدرت رو به دست گرفتن. اقشاری هم هستن که مدام پای صحبت های اینها میرن، در راهپیماییشون شرکت میکنن، در انتخاباتشون شرکت میکنن. اینها بخشی از مردم هستن. حالا اغراق درش میشه، دروغگویی هست، آمار انتخابات رو دستکاری میکنن، مردم رو ذهنشون رو مهندسی میکنن، ذهنها رو میشورن، پاداش میدن به کسانی که بیان همراه حکومت باشن، کسانی که نباشن تنبیه میکنن. یک چارچوب هایی دارن، مردم باید بر اساس اون چارچوب ها رفتار کنن، وگرنه با دشواری مواجه میشن در زندگی عادیشون، در معیشتشون. همه اینها هست، اما بالاخره یک اقشاری هستن که از این حکومت با این حکومت همراهی دارن.
حالا حدود 4-5% کاملا منفعت میبرن از این حکومت، همیشه در کنار این حکومت بودن، اخشاری هستن که دست بازی دارن، بخشهایی از بازار، این حکومت همیشه دست بازاری ها رو برای خالی کردن جیب مردم باز گذاشته، اونها عموما با حکومت همراهی داشتن، بخشهایی از نظامیان همراهی دارن، سپاه بالاخص که بخش امروز بخش قابل توجه از منابع کشور به جیب سپاهیان داره ریخته میشه، روحانیون، اینا خب اخشار نسبتا بزرگی هستن. روحانیت در ایران حدود 400-500 هزار تا روحانی وجود داره که اینها با خانواده هاشون چیزی در حدود 2 میلیون نفر میشن، یه جمعیتی هستن بالاخره برای خودشون در کشور، اینها پایگاه خاصی دارن، پایگاه مشخصی دارن، اکثریت مردم با اینها نیستن، اکثریت مردم ناراضی هن، اکثریت مردم فقیرن، اما بالاخره بخش هایی دارن با اینها همراهی میکنند. خب میشود از اینها انتقاد کرد، میشود مشکلات این اقشار رو بهشون یادآور شد، اینها رو به گوششون رسوند که واقعا چه مشکلات عجیبی رو این اقشار باهاش درگیر هستن. خلاصه یه سخن من این هست که رژیم جمهوری اسلامی، حالا من اینو بیشتر توضیح میدم، رژیم جمهوری اسلامی رژیم جهل و نادانی است و این رژیم جامعه نادان میپروره و در مقابل هم جامعه نادان حکومت نادان رو تقویت میکنه. یه رابطه دو طرفه‌ای میان جامعه نادان و حکومت نادان وجود داره. من چون نمیخواهم نه روزی در ایران سیاستمدار بشم، نه نیازی به تعریف و تمجید کسی دارم، البته در طی 30-40 سال گذشته به جان خریدم که بد و بیرا و ناسزا هم بشنوم، بنابراین این سخن رو راحت میتونم به زبان در بیارم که مردم ایران چندان هم آنچنان هم که میگویند باهوشترین مردم دنیا نیستند، با اخلاقترین مردم دنیا نیستند. بسیاری از مشکلاتی رو که شما در جامعه ایران میبینید در جوامع دیگه برید سر، یعنی اینا کسانی که این حرفا رو میزنن یا ناشی از جهلشون هست که این حرفا رو، حرفای عجیب و غریب رو میزنن، یا میخوان واقعا سر مردم کلا بذارن، مردم رو فریب بدن. شما در جوامع غربی کمتر دروغ میشنوید. من در سوئیس 3 ماه زندگی کردم، در کشورهای غربی، بسیار از کشورهای غربی مسافرت کردم، رفتم گشتم، خرید کردم، حدود 17 سال هست در امریکا زندگی میکنم، به نقاط مختلف دنیا سفر کردم. میزان دروغی که از ایرانیان شنیدم بسیار فراتر بوده در 40 سالی که در ایران زندگی میکردم. میزان دروغی که ایرانی ها میگویند بسیار فراتر از بسیاری از ملل دیگر است. خب اینها رو باید واقعا به مردم این، حالا چرا دروغ میگویند اونها بماند، اونها بحث های دیگری است. بخشش مجبورند، شرایط جامعه به گونه‌ای تنظیم شده، روابط به گونه‌ای تنظیم شده که بسیاری اگر دروغ نگویند نمیتوانند زندگی کنند، اما بسیاری هم دروغ میگن فقط برای اینکه بهتر زندگی کنند، برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشند، برای اینکه جیب مردم دیگر رو خالی کنند. اونها هم در کنارش هست، یعنی مجموعه خیلی مخلوطی است از همه این امور. خب یکی از ویژگی‌های، یعنی یکی از مشکلات جامعه ایران مسئله جهل و نادانی است. مردم ایران به شدت کمتر از کشورهای دیگر، بسیار از کشورهای غربی که حداقل مردم ایران خودشون رو در بسیار از موارد با اونها مقایسه میکنن، کمتر از اونها مطالعه میکنن. دانشگاه‌های ایران سطحش بسیار پایین‌تر از دانشگاه‌های دیگر کشورهاست. من در دانشگاه ایران هم درس خوندم، هم درس دادم، کاملا متوجه هستم که بخش قابل توجهی از ترم‌ها رو دانشجویان با برداشتن جزوه کتاب کسی نمیخونه. نه، اکثر دانشجویان کتاب نمیخونن، جزوه می نویسن، آخر ترم هم استاد یه تعداد سوالات رو میده، بسیاری از اساتید سوالاتی رو تعیین میکنن، دانشجوها میانن، هیچ استادی هم نمیخواد که بدنام بشه که به همه دانشجوها نمره بد میده، بالاخره تلاش میکنه که نمرات رو بالا بگیره و بسیاری این مدرک های بی پایه و اساس رو میگیرن. امروز در ایران دانشگاه ها وضعیت اسفناکی داره. نمیشود قضاوت کرد در مورد یک نفر با یک مدرک خاص، اما در ایران در دانشگاهی که تقریبا تمام مدیران جمهوری اسلامی، تمام عناصر حزب اللهی، تمام روحانیون، تمام اینا استاد دانشگاه هستند، شما چه انتظاری دارید که از این دانشگاه واقعا علم و دانش بیرون بیاد؟
البته خب مردم چون میخواهند فرزندانشون به دانشگاه میرن، نمیخواهند این واقعیت رو بپذیرند که کیفیت دانشگاه در ایران واقعا مایه تأسف هست. کافیست یک دانشجویی بره در کشور دیگری یک ترم درس بگیره، تفاوت رو میبینه که تفاوتها کجا هست. من خوشبختانه نمیخواهم، دنبال محبوبیت نیستم، دنبال این نیستم که افراد رو در واقع گول بزنم برای اینکه فردا در ایران قدرتی پیدا کنم. از این جهت این مطالب رو خدمت شما عرض میکنم. خب بحث ما در این جلسه متمرکز هست روی مسئله جهل و نادانی. هر جا پای جهل و نادانی در میان باشه، در همه امور، شما اونجا میبینید جمهوری اسلامی تأسیسات خاصی رو تأسیس کرده، درست کرده و چادر زده. نادانی در حوزه های میان حاکمان و بخش ها و اقشاری از مردم مشترک هست و خب در حوزه هایی هم واقعا حاکمان چندین برابر جلوتر هستند در جهل و نادانی. شما کافیست فقط به سخنان رهبران و مقامات جمهوری اسلامی نگاه کنید که به عنوان جوک در سایت ها و شبکه های اجتماعی اینها میان مردم رد و بدل میشه. خیلی نمونه هاش بسیار هست، من حالا اینجا نمیخوام نمونه ها رو براتون مثال بزنم، شما حتما دیدید میزان نادانی و جهل هم روحانیون، هم مقامات نظامی سپاهی و هم مقامات سیاسی رو، نمونه هاش بیشمار هست. اما در این برنامه من به چند نمونه مشخص اشاره میکنم برای اندازه‌گیری جهل و نادانی حاکمان و اونجایی که این موضوع در میان مردم هم رواج داشته باشه به اونها هم اشاره میکنم. یعنی خیلی اینا به نظر من ملاک‌های بسیار خوبی هست. چهار قلم رو به خوبی جهل و نادانی در جامعه ایران و در میان حاکمان جمهوری اسلامی رو تبیین میکنه. یک موضوع باور به نظریه توطئه هست، اینکه هر چیزی رو ما به توطئه خارجی نسبت بدیم در سیاست. موضوع دوم فقه، باور به فقه که یک مشی زندگی بوده در یک قبیله کوچکی در شبه جزیره عرب در 1400 سال پیش. کسانی که به هر کدام از اجزای این فقه باور داشته باشن و بهش عمل کنن، این نشون میده که واقعا چقدر از دنیای امروز اینها اطلاع دارن و چقدر واقعا سطح دانش و سواد و آگاهیشون در چه حد و حدودیست. مثال میزنم. موضوع سوم غرب ستیزی هست. میزان غرب ستیزی افراد در ایران کاملا میزان دانش یا نادانی اونها رو به خوبی نشون میده. و چهارم هم خودویژه پنداریست، کسانی که خودشون رو در اخلاق و در روابط اجتماعی دارای یک تافته، در واقع تافته جدا بافته ای بدونن، این هم خودش از نشانه های جهل و نادانی هست. حالا در موضوع توطئه باوری من مثال هایی رو خدمتتون عرض می کنم که اینا مثال های خیلی، مثال های پیچیده ترش این که امروز مثلا داعش رو امریکا درست کرده، القاعده رو امریکا درست کرده، اینا نمونه هایی است که در میان جمهوری اسلامی و گروه های چپ کاملا اینا با هم مشترکن. یعنی در این داستان توطئه باوری که از در واقع از حزب توده و از جریانات چپ شروع شده، بعد به میان اسلامگراها هم راه پیدا کرده، اونا نمونه های پیچیده ترش هست، دروغگویی درش آسان تر هست، چون خیلی اطلاعات رو اینا میتونن با هم قرقاتی کنن. مثلا یک اسلحه امریکایی در میان اعضای داعش پیدا میشه، بنابراین داعش ساخته ای امریکاست. خب در میان در خانه آقای خامنه ای هم مثلا یک لپتاپ امریکایی پیدا میشه، بنابراین آقای خامنه ای ساخته دست امریکاست. در خانه شما هم یک چاقوی ساخت امریکا پیدا میشه، بنابراین شما چیز هستید، شما مزدور امریکا هستید. اینا خیلی مثال های خیلی ساده است، ولی من سراغ اونها نمیرم، نمونه های دیگری رو مثال میزنم که خیلی در واقع جهل و نادانی رو خیلی خوب نشون میده. در باشگاه رسان، سایت باشگاه خبرنگاران جوان که سایت امنیتی ها هست در تلویزیون،
این سایت قلیان کشی جوانان در ایران رو به توطئه سعودی ها نسبت میده. جوان ها تو ایران قلیان میکشن، علتش اینه که سعودی ها تلاش بر این داشتن که قلیان رو در میان مردم عادی کنن، قلیان اصلا بسازن به ایران بفرستن، همه توطئه سعودی هاست. ببینید چقدر یک کسی که چنین حرفی میزنه چقدر باید میزان دانشش باید چقدر باشه. نمونه دیگه، وقتی خانم فائزه هاشمی با برخی از بهائیان ملاقات کرد، بعضی که از زندان بیرون آمده بود، در زندان با این بهائیان با هم بود، وقتی ایشون از زندان بیرون آمد، وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد گفت حرکت آن زنی که با بهائیان عکس میگیرد و شبکه‌های بزرگ استکباری روی آن اینقدر منوف میدهند در طی پروژه نفوذ است. دیدار یه آدم با یه آدم دیگه که تو زندان با هم بودن یه پروژه است. و به عنوان یک شخص اطلاعاتی یک جایی گفتم این زن قطعا مأموریت داشته است. ببینید از یه موضوع ساده چطوری افراد میتونن داستان بسازند. هر چرا که در ایران مورد پسند نباشه این رو به بیگانه نسبت میدن تا سرکوبش رو آسون کنند. ماشین سرکوب در جمهوری اسلامی با دستگاه تبلیغاتی به خوبی پشتیبانی میشه، اما سرکوب برای اینکه موفق باشه باید سرکوب شدگان رو شما به خارج کشور نسبت بدین، رفتارهای سرکوب شده رو اینها رو باید غیر اخلاقی و غیر دینی معرفی کنید و کسانی رو هم که با شما مخالف هستن اینا رو غیر ایرانی، ضد ایرانی، ضد اسلام، بعد برچسب‌هایی رو به اونها بچسبانید. حتی مهمانی های عادی مردم که مردم دور هم جمع میشن پارتی دارن، اینها رو به خارجی نسبت میدن. یه نمونش رو من براتون میخونم از یکی از همین سایت ها که این مهمانی رو آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی، مهمانی هایی که مردم برگزار میکنن اینا رو به برنامه ریزی بیگانه ایشون نسبت میده. ایشون میگه به عنوان مثال در پرونده پارتی سعادت آباد تهران که برخی افراد دستگیر شدند و همکنون نیز در حال رسیدگی است، فردی که میزبان بود و افراد مختلف را دعوت میکرد، افراد خاصی را دعوت کرده بود و این افراد به صرف یک شب نشینی یا پارتی نرفته به صرف یک شب نشینی یا پارتی نرفته بودند. برخی از افراد در این پارتی ها شرکت میکردند و با بعضی از افراد که از سفارتخانه ها آمده بودند صحبت میکردند و نشان هایی را گرفته و قرارهای خاصی را تحت عنوان پارتی میگذاشتند. مردم های پارتی برگزار کنن، اینا در واقع زیر سر خارجی هاست، برای که سرکوب کنن مردم رو، نگذارن مهمانی داشته باشن، اینا رو به خارجی ها نسبت میدن. آقای خامنه ای قهرمان این داستان نظریه توطئه هست و تقریبا هر مسئله‌ای رو در داخل کشور به توطئه کشورهای بزرگ بالاخص امریکا و اسرائیل نسبت میده. بعد وقتی که دیگران نظریه توطئه رو نقد کنن، من در چندین مورد این نظریه توطئه مبانیش رو نقد کردم و نشون دادم چقدر نظریه بی‌معنا و مهملی است و واقعا نشون میده که افرادی که از این نظریه استفاده میکنن چقدر نادان هستن نسبت به آنچه که در عالم داره میگذره. ببینید یه چیزایی هست که شما نشانه دارید، شاهد دارید، اینها رو نسبت میدید. مثلا فردی در یک برنامه این شرکت داشته، مثلا پشت سر فردی رو، مثلا آقای دوری نجف آبادی فردی رو فرستاده آقای پیروز دوانی رو بکشن. این دیگه توطئه نیست، این شما شواهد مشخصی دارید عرضه میکنید. ولی اگر بدون هیچ شاهدی یه اموری رو به یه افرادی نسبت بدین، چون حالا بالاخره از اون موضوع ممکنه سودمند بشن، این اساس نظریه توطئه هست دیگه. این یه حرف در واقع چیز بی‌پایه است. اگر این باشه شما هر چیزی رو به هر کسی میتونید نسبت بدید. ولی وقتی که افرادی بیان و به صراحت بگن که افرادی که در نقش در قتل آقای پیروز دوانی شرکت داشتن بگن که دستورش رو از آقای دوری نجف آبادی گرفتن، خب مشخص هست که اینجا بحث توطئه نیست، بحث دستوری است که وزیر اطلاعات داده برید این مخالف سیاسی رو
بکشید. حسابش جداست، در عالم توطئه چینی، دسیسه چینی صورت میگیره، شما در حالی مجاب هستید که اینها رو نسبت بدید به افراد وقتی که شواهد کافی داشته باشید. بدون شواهد کافی میشه همین داستان نظریه توطئه. آقای خامنه‌ای میگه که انکار دشمنی‌های عمیق مستمر و واضح آمریکا با جمهوری اسلامی و ملت ایران توطئه است برای کاهش حساسیت‌ها در مقابل شیطان بزرگ. اگر کسی بگه آقا همه بدبختی‌های مردم ایران به دول خارجی بر نمیگرده، بسیاریش به خود مردم برمیگرده، بسیاریش به حکومت برمیگرده، خب این از نظر آقای خامنه‌ای این هم خود این حرف اصلا توطئه استکبار جهانی است. من یادم هست بچه که بودم وقتی به ده پدرم میرفتم میدیدم تمام این کوچه ها پر از گله، گل و شله. در نزدیکی این ده یک کوهی بود که کندن سنگ ازش کار دشواری هم نبود. ماهای از سال مردم ده می آمدن در آفتاب می نشستن. دوره ای بود که بعضی از اونها تراکتور هم داشتن، می تونستن برن سنگ از کوه بکنن بیارن و کوچه هاشون رو سنگ فرش کنن، برای اینکه وقتی کوچه رفت آمد می کنن با گل و شل مواجه نشن. حالا اگر ما بگیم که آقا مردم این ده مردمی نبودند که به خیر عمومی و مصلحت عمومی توجه داشته باشن، کار جمعی انجام بدن، به خیر و صلاح خودشون عمل بکنن، این کجاش توطئه خارجی است؟ یعنی جایی این داستانی که آقای خامنه‌ای میگه هر کسی مسائل رو بگه به دشمنان خارجی بر نمیگرده، این خودش توطئه است. این از حرفای خیلی عجیب و غریبی است دیگه. اصولا روابط علی و معلولی رو در عالم واقع اینها نادیده میگیرن. نمونه جالب تر این داستان نظریه توطئه رو من در همین روزهای اخیر دیدم که برام بسیار جالب بود. بعد از اینکه خانم مریم میرزاخانی از دنیا رفت به خاطر سرطان سینه، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به ترور بیولوژیک خانم میرزاخانی گفت به نظر میرسد نیاز است تا بررسی‌های بیشتری در زمینه حمله گروه‌های تروریستی به این دانشمند ایرانی صورت گیرد. این ادعای ترور بیولوژیک رو قبلا هم همین افراد نظامی و امنیتی و نیروهای بسیجی به در مواردی مثل مرگ آقای نادر طالبزاده که فیلمساز بود، آقای علی دادمان که عضو سپاه قدس بود، آقای سلحشور که فیلمساز بود، آقای سعید کاظمی آشتیانی که رئیس سابق پژوهشکده رویان بود، در مورد مرگ اونها هم اینها رو به ترور بیولوژیک نسبت دادن. در حالی که ببینید اینا لب و لباب نظریه توته است. بدون هیچ پایه و اساسی شما مرگ افراد رو به ترور بیولوژیکشون توسط دول خارجی نسبت بدید. انکارهاش خیلی روشن است. برید نگاه کنید، بگردید. آقای علی میرزاخانی، برادر خانم مریم میرزاخانی، در یک گفتگوی ایشون گفت که این موضوع از اساس بیپایه، از اساس و پایه دروغ و نادرست هست. بعدم داستان درست کرده بودن که خانم میرزاخانی میخواسته به ایران برگرده، دولت امریکا مخالف بود، در حالی که اصلا دانشگاه ها کاری به دولت امریکا ندارن، دانشگاه ها اینجا مستقل هستن، دانشگاه تحت حکومت مثل ایران، دانشگاه تحت حکومت رئیس جمهور نیست، دانشگاه هیئت امنا داره، رئیس داره، خودشون کارهای خودشون رو اداره میکنن. اومدن داستان درست کردن که ایشون میخواسته برگرده و کشور دولت امریکا مخالف بوده. همین آقای میرزاخانی، برادر خانم میرزاخانی، میگه که خواهرم علارغم علاقه وافری که به وطنش داشت اساسا برنامه‌ای برای بازگشت به ایران نداشت و این گمانه کاملا نادرست است. خانواده‌های اون افراد دیگه ای هم که من براتون اشاره کردم، مثل آقای طالبزاده یا آقای دادمان یا مقامات مسئول جمهوری اسلامی، همه اینا رو انکار کردن. دبیر شورای امنیت ملی در مورد مرگ آقای دادمان میگه یک دستگاه امنیتی در یک مورد مربوط به خود به این مسئله رسیدگی کرده ولی به نتیجه منفی رسیده. یعنی این حرف و حرفی بی اساس و بی پایه‌ای هست. یا حتی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی بسیج جامعه پزشکی، در حالی که میگه ترور بیولوژیکی وجود داره برای اینکه از پا خودشون اندازه،
میگه که در مورد مرگ آقای طالب زاده میگه من عامل ترور وی را تشخیص ندادم، زیرا چیزی را مشاهده نکردم. معلومه این حرفا حرفای بی اساس و بی پایه‌ای هست که مدام از زبان مقامات جمهوری اسلامی شنیده میشه. متاسفانه این تئوری توطئه که رواج گسترده‌ای در میان مقامات جمهوری اسلامی داره و اصولا یکی از معیارهای بسیار خوب برای سنجش دانایی و نادانی افراد هست، این در میان بخشایی از جامعه ایران هم مشاهده میشه. حالا حکومت همه بدبختی ها رو به امریکا نسبت میده، بخشایی از مردم حکومت جمهوری اسلامی رو به امریکا نسبت میگن آقای خامنه ای آقای خمینی رو ایالات متحده آوردن. چرا؟ چجوری شده آوردن؟ در کنفرانس گوادلوپ یه جمع شدن، آقای خمینی رو آوردن. آقای خمینی رو کنفرانس گوادلوپ براش هواپیما گرفت بیاد و بعدم در ایران ازش استقبال. کنفرانس گوادلوپ مگر این مراسم رو برگزار؟ اصولا تمام داستان انقلاب سال 57 رو مقامات خارجی در ایران برگزار نکردن. بخشهایی از مردم ایران بودن از رژیم شاهنشاهی ناراضی بودن، به خیابان. چرا نباید این واقعیت ها رو بپذیریم؟ به خیابان آمدن. رژیم پهلوی بسیار به ایران خدمت کرد اما مشکلاتی هم داشت. در انقلاب در داستان سال 57 هم نتوانست اینها رو مدیریت کنه. یعنی کاری که جمهوری اسلامی 40 سال تمام جنبش های اجتماعی رو سرکوب کنه، رژیم پهلوی حالا یا قادر نبود جنبش سال 57 رو سرکوب کنه یا نمیخواست سرکوب کنه. حالا در مورد اینش بحثه دو طرف. البته محمد رضای پهلوی واقعا ظرفیتی رو که آقای خامنه ای داشت برای آدم کشی، اون ظرفیت رو اونها نداشتن، وگرنه میتواند کاری نداشت که اگر 100 تا 200 تا 300 تا کسانی که این داستانها رو در ایران هدایت میکردن، مثل رژیم صدام که تا زمانی که امریکا حمله نکرد سر قدرت بود، چون کسی صداش در میومد میگرفت میکشت. رژیم پهلوی اینطوری نبود، سعی میکرد که مدارا کنه. یا آقای خمینی رو تبعید کرد، بسیاری از افراد رو اینا آقای خامنه‌ای تبعید بود، بسیاری هی آزاد میشدن بیرون میامدن. بسیاری روحانیونی که مخالف رژیم پهلوی بودن برای وزارت آموزش پرورش کار میکردن، کتاب های دینی دبیرستان رو کسانی که با آقای خمینی نزدیک بودن می نوشتن. یعنی اینقدر اینها با روحانیون تلاش میکردن که کنار بیان. حالا بگذاریم از اون داستان. بخش هایی از مردم هم معتقدن که رژیم این بلایی رو که بر سر جامعه ایران اومده، این رو امریکا کرده، این کار رو. حالا چجوری امریکا این کار انجام داده اونهاش بماند. یا تمام مشکلات حکومت رو، تک تک اقدامات، تک تک برخوردها رو به رژیم‌های خارجی نسبت میدن، در حالی که اینها از خود جامعه واقعا در طول 40 سال گذشته دولت‌های خارجی نقش چندانی در تحولات داخلی کشور نداشتن. البته یه جایی مدارا کردن، مثلا آقای اوباما که پول فرستاد، ولی اینها نقش کلیدی برای اینکه جمهوری اسلامی بر سر کار بمانه نداشته. جمهوری اسلامی خودش سازمان سرکوب داره، خودش قدرت اینو داره که مردم رو سرکوب کنه، بکشه، زندان کنه، شکنجه کنه. در همین سال 88 در جنبش سبز بنا به داده‌هایی که خود مقامات دادن، بیش از 10,000 نفر رو اینها در عرض یکی دو هفته بازداشت کردن. یعنی یه همچی سازمان سرکوب قدرتمندی رو دارن. این خب میتونه این حکومت رو بر سر کار نگه داره. معیار دومی که جهل در جامعه ایران رو به خوبی میتونه اندازه‌گیری کنه، باور به فقه هست. فقه، روحانیون از فقه به عنوان یک علم یاد میکنن، اما فقه واقعا علم نیست. فقه یک مجموعه دستورات هست برای که در یک جامعه قبیلگی 1400 سال پیش در جریان بوده و این رو روحانیون امروز به عنوان دستورات الهی به مردم ایران عرضه میکنند. یک در واقع جایگزینی عجیب و غریبی است، یعنی تبدیل مشی و زندگی یک جامعه قبیلگی 1400 سال پیش در شبه جزیره العرب رو شما بیایید به دستورات الهی نسبت بدید. این خب یک شیفت خیلی عجیب و غریبی است که این رو اینا تونستن به بخشهایی از جامعه ایران بفروشند. واقعا کسی که معتقد باشه که زنها برای سفر کردن
باید از شوهرشون اجازه بگیرن. زنها حق ارثشون یک دوم مردان هست. زنها برای کار کردن باید از مردان اجازه بگیرند. دختران رو در سن 9 سالگی میشه به شوهر داد. وقتی که زن و مرد از هم جدا میشن، بچه‌ای رو که مادر باید بالا سرش باشه، بچه رو باید گرفت و به خانواده پدر داد. هزاران موضوع هست در این چارچوب فقه که هیچ کدومش با انسانیت، هیچ کدومش با اخلاق همخوانی نداره. کسانی اگر واقعا به این فقه یه دست نمیدونن، ولی اگر کسی واقعا بدونه و به اینها اعتقاد داشته باشه، این غیر از جهل و نادانی چه معنایی داره؟ یعنی در یک خانواده امروز شما تصور بکنید که دختر دانشجوی پزشکی است، پسر مثلا دانشجوی دندان پزشکی است، اینها با هم به دانشگاه میرن، با هم رشد میکنن، هر دو در جامعه کار میکنن، بعد وقتی که پدر و مادر اینها از دنیا میرن، دختر باید نیمی از پسر ارث ببره. اگر اون پسر بر چنین موضوعی اصرار داشته باشه، این غیر از جهل و نادانی او بر چه چیزی حکایت میکنه؟ اون جهل و نادانی هم حالا اونجا منافعه، ولی واقعش اینه که از در واقع این فقه هست که داره این رو تحمیل میکنه. هیچ کس مردم رو مجبور نکرده که مردان رو در ایران مجبور نکرده که ارث دو برابر بگیرن. میتونن ارث پدر مادرشون رو مردان مساوی با خواهرانشون تقسیم کنن. کسی منع نمیکنه. در قانون هست، البته قانون قرون وسطایی یک قانون زشت غیر انسانی است که مرد و زن با هم مساوی نیستند، ولی کسی جلوی مردم رو نگرفته. ولی بسیاری از مردم متاسفانه این دستورات رو، مردان بالاخص، عمل میکنن. به منفعتشون هست، ولی این منفعت نشان دهنده جهل و نادانی است. ممکنه افرادی در مخاطب این برنامه باشن و این نکات رو از من بشنون و احساس کنن که من دارم به اونها توهین میکنم. من بحث شخصی ندارم با کسی، بحث من بحث عمومی و کلی است. این قانون که مردان دو برابر زنان ارث میبرن، یک قانون قرون وسطایی است، قانون زشتی است. مردان و زنان با هم مساوی هستند چون انسانند. انسان ها با هم مساوی هستند. کسی که قدر و منزلت انسان ها رو دستبندی میکنه، این نشان دهنده جهل خودش است. اون دستوری که چنین چیزی رو عرضه میکنه، اون چارچوبی که یا روحانی که اینها رو عرضه میکنه، نشون میده که واقعا چقدر در یه دنیای دیگری داره زندگی میکنه، مال یه عالم دیگری است. امروز در دنیا زنان و مردان فهمی است که ما امروز از جامعه بشری داریم، از انسان ها داریم. بین زن و مرد واقعا چه تفاوتی است؟ بین دختر و پسر چه تفاوتی است؟ البته جنایات عجیب و غریب صورت میگیره بر اساس اینکه دختر و پسر رو با هم مساوی نمیدونن. بسیار از خانواده ها هستن در کشورها، در همین کشور چین، وقتی که مادر بدونه که دختر حامل شده، دختر رو سقط میکنه، یعنی دختر رو از بین میبرن برای اینکه پسر داشته باشن. در هند هم همین داستان هست. نمیگم همه اینطور هستن، ولی این اتفاقات متاسفانه میفته. یا در خانواده های ایرانی با پسران و به دختران بسیاری به تساوی برخورد نمیکنن. اینا نشان دهنده جهل و نادانی است. حتی اگر کسانی که این کارهایی رو میکنن، اینها باید دوباره برگردن و به خودشون نگاه کنن. این مجموعه دستوراتی که در فقه وجود داره، اینا دستورات یه جامعه دیگری است. و کسانی که معتقد هستن که اون دستورات برای همه زمان هاست و برای همه مکان هاست، جهل خودشون رو به تحولات 1400 سال گذشته، جهل خودشون رو به ویژگی‌های بومی هر منطقه و جهل خودشون رو به دنیوی بودن دین در واقع دارن بیان میکنن. و کس ببینید، مثلا در ایران یکی از چیزهای بسیار نابیمعنی که حالا دعا کردن، خب این مشترکات بسیاری از ادیان بوده، ولی شما بیاید در ایران 4 ماه از سال رو ماه حرام اعلام کنید، ماهایی که ایرانیان اصلا هیچ ایدهی تصوری ازشون ندارند، چون ایرانی ها با ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد زندگی میکنند. اصلا معنی نداره این ماهای قمری برای اونها. بعد بیاید بگید بر اساس ماهای قمری بگید که در 4 ماه از سال یه چیزای حرامه، یه دستوراتی یه جور دیگه اجرا میشه. چرا باید چنین چیزی باشه؟ اینا غیر از یک مجموعه دستوراتی که مربوط به یه جامعه دیگه بوده، هیچ چیز دیگری نیست، بی‌معنی است برای مردم ایران. و کسانی هم که دارن اینا رو اجرا میکنن،
خودشون میدونن که چه دارن چه میکنند و چه برنامه هایی رو دارن پیش میبرند. خب متاسفانه در کنار حکومت، در کنار روحانیون، بخش هایی از مردم ایران هم متاسفانه به این دستورات باور دارن، فکر میکنن شریعت حکم الهی است. در این موارد به نظر من باید به صراحت به این به کسانی که چنین باورهایی رو دارند به اونها اعلام کرد که اینها غیر از جهل و نادانی چیز دیگری نیست. جهل و نادانی به تحولات زمانه، جهل و نادانی به ویژگی‌های بومی یه جامعه‌ای در 1400 سال پیش، و جهل و نادانی اصولاً به دین، دینداری اصولاً شریعت نیست، دینداری چیز دیگری است. اینها بر ساخته‌های روحانیت هست برای اینکه جامعه رو تحت کنترل خودشون داشته باشن. عامل سوم یا معیار سومی که به نظر من برای اندازه‌گیری جهل و نادانی مردم ایران و حکومت ایران معیار خوبی است، غرب ستیزی است. غرب امروز نماینده تمدن پیشرفته بشری است، نماینده علم، نماینده عقلانیت، نماینده هنر، نماینده فرهنگ، و کشورهای غربی در همه این زمینه‌ها جلو بودند. میگن در ایران، در دنیای اسلام ما یک تمدن اسلامی داشتیم. یک دروغ بزرگه. شما مجموعه اختراعاتی رو که در یکی از کدهای پستی سه تا ایالت کانتیکات، نیویورک و نیوجرسی، در سه تا ایالت، در کدهای پستیش مجموعه اختراعاتی که در یکی از اون کدهای پستی ثبت شده بیشتر از آن مجموعه دستاوردهایی است که در دورانی که میگن دوران طلایی تمدن اسلامی بوده. و اصلا من معتقدم تمدن اسلامی وجود نداره. هرچه بوده بازمانده های تمدن ایرانی و یونانی و مصری و رومی بوده. این دستاوردهای تمدن غربی شما امروز فقط دور و برتون تو خونتون نگاه بکنید ببینید که کدام یک از این ابزارها ساخته دست ملل مسلمان بوده. ابزارهایی که دور و برتون هست، از چراغ برق تا لپتاپ تا یخچال تا اجاق گاز، ببینید کدامش. فقط فرش ایرانی است که با باقی مونده، اونم تعدادش در همینطور در حال زوال هست. فرش ماشینی است که جاشو جای اینها رو در بسیاری از منازل گرفته، چون خیلی دشوار هست که دیگه شما یک کسی رو بنشانید یکی دو سال وقت بگذاره برای اینکه فرشی رو ببافه که قیمتش هم، یعنی ارزش افزوده کارش هم بسیار پایین هست. عمده محصولاتی که دوروبر شما داره محصول تمدن غربی است، و کسانی خب با غرب در ستیزن، مدام به امریکا و به اروپا و به کشورهای غربی و تمدن غربی ناسزا میگن. کسانی که چنین ناسزاهایی رو میگن، چه در حکومت و چه در متن جامعه، اینها فقط دارن جهل و نادانی خودشون رو اثبات میکنن، هیچ چیز دیگری نیست. مجموعه گروه‌های چپ، گروه‌های اسلامگرا، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، کسانی که نفرت از ایالات متحده دارن، کسانی که نفرت از تمدن غربی دارن، اینها فقط دارن جهل و نادانی خودشون رو ابراز میکنند. حالا جالب هست، بسیار از کسانی که با غرب، از غرب متنفرند، از امریکا متنفرند، از اروپا متنفرند، هیچ کدومشون نمیرن وقتی میخوان از در واقع فشارهای ایران، حالا چه فشارهای اقتصادی چه فشارهای سیاسی، میخوان فرار کنن، یک کدومشون به چین و روسیه و کوبا و کره شمالی مهاجرت نمیکنن. همه یا مسیر انگلستان و فرانسه رو در پیش میگیرن یا امریکا و کانادا. البته خب همه اینها نشون میده که چه ملغمه عجیب و غریبی است در میان متاسفانه غرب ستیزان. باید دید که اینها چگونه هستند و چگونه دارن رفتار میکنن. و نکته چهارم، که این هم به نظر من به خوبی جهل رو هم در بخشهایی از جامعه ایران و هم در حکومت به خوبی تبیین میکنه، خود ویژه پنداریه. یه دفعه کنن که ما یک خلاصه گل سرسبد دنیا هستیم، ما ایرانی ها. حکومت معتقده که حکومت جمهوری اسلامی گل سرسبد دنیاست، هیچ حکومتی بهتر از حکومت جمهوری اسلامی وجود نداره. بخشهایی از مردم ایران هم معتقدن که هیچ مردمی بهتر از مردم ایران در دنیا وجود ندارن. بنابراین اگر یه جاهایی محدودیت‌هایی رو علیه اونا اعمال میکنن، تعجب میکنن. مثلا وقتی که
محدودیت هایی برای سفر ایرانیان به امریکا به وجود اومد، من دیدم بسیار از ایرانی ها تعجب میکردن. تعجبی نداره شما یه حکومتی دارید که 40 سال مشغول آدمکشی و ترور در سراسر نقاط دنیا بوده، امروز مدام داره نیروهای امریکایی رو تهدید میکنه. شما بشینید و به سخنان فرماندهان سپاه گوش بدید، میگن دانشجویان بعد از اینکه این آقای بسیجی رو راه ندادن به امریکا، یکی از همین فرماندهان بسیج میگفت که تمام دانشجوهایی که ما به امریکا میفرستیم اینها بالقوه همشون بمبن، دارن تهدید میکنن. چه کسی، کدام عاقلی، شما اگر یه کسی تهدیدتون کنه که آقا من که خونتون بیام بمب میگذارم، چه کسی شما رو به خونش راه میده؟ چرا باید یک ملتی تعجب بکنن از اینکه امریکا محدودیت ایجاد میکنه؟ به علت اینکه دولت ایران، نیروهای نظامی ایران، نیروهای امنیتی ایران، اینا همه نیروهای تروریستی هستن. دلیلش شکی وجود نداره در نقاط مختلف دنیا. ببینید امروز در همین هفته گذشته دولت کویت یه عده از دیپلمات‌های ایرانی رو اخراج کرد و دفاتری از دفتر رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی رو بست. دولت کویت اتفاقا در میان دول کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار رفتار اعتدالی داره، با جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد سر سازگاری داره، برخلاف عربستان سعودی که البته عربستان سعودی هم دولتی بوده همیشه به دنبال این بوده که روابط رو در یک سطح متعادلی نگه داره و این همیشه جمهوری اسلامی بوده که مشکل ایجاد کرده، بمبگذار فرستاده، شیعیان اونجا رو تحریک کرده. عمده مشکلاتی که وجود داره بین ایران و عربستان به نظر من منشأش رو شما باید در سپاه در بیت آقای خامنه‌ای پیدا کنید، نه در دولت عربستان. دولت کویت که بسیار مدارا جویانه با جمهوری اسلامی برخورد میکنه، مجبور میشه که اینا رو خارج کنه، به دلیل اینکه اینا مدام مشغول اخلالگری هستن، مدام مشغول ارتباط با نیروهای تروریست هستن، مدام دنبال برنامه‌ای هستن که این دول کشورهای عرب خلیج فارس رو سرنگون کنن. کدام دولتی اجازه میده یه آدم بیان به عنوان اسلام انقلابی، به عنوان سپاه قدس بیان در کشورهاشون اخلال ایجاد بکنن؟ این رفتارها نشون میده که مردم ایران با یک دولتی سر و کار دارن که یک دولت یاغی است، دولتی است که عامل بی‌ثباتی در منطقه است. یک نیروی نظامی در ایران وجود داره که به نحو مافیایی رفتار میکنه در سرتاسر عالم، مافیای مواد مخدره. سپاه قدس در ایران یک مافیای مواد مخدر، از مواد مخدر صادر میکنه. بخش عمده قاچاق کشور در دست سپاه قدس هست. خب معلوم هست که دول بیگانه نمیتوانند به تک تک ایرانیان به چشم در واقع به عنوان مساوی با شهروندان دیگر جوامع نگاه بکنند، برای اینکه همه ما ایرانی هستیم. آقای عزیز جعفری ایرانی است، مجید محمدی هم ایرانی است. چه کسی میدونه که کی کیه؟ اینا تفاوت‌هاش خیلی دشواره وقتی شما از یک کشور به کشور دیگه می‌خواید برید تشخیص بدید. بعد دولت ایران هم هیچ همکاری نمی‌کنه، یعنی وقتی که قرار هست یک ایرانی ویزا بگیره از کشورهای غربی، دولت ایران هیچ گونه اطلاعی در برابر دیگر کشورها نمیگذاره. میان معمولا اینا که میخوان آبروگلالود کنن، میگن چرا از عربستان، از پاکستان اینا میتونن به امریکا سفر کنن؟ به دلیل اینکه دولت‌های اون کشورها با امریکا همکاری میکنن، با سفارتخانه اون کشور همکاری میکنن، اطلاعات مربوط به افراد رو اگر شک و تردیدی وجود داشته باشه در اختیار سفارت امریکا قرار میدن. دولت ایران هیچ همکاری نمیکنه و به دنبال اینم هست که نیروهای عجیب و غریب خودش رو به نقاط مختلف دنیا بفرسته. از همین جهت هم این محدودیت ها داره اعمال میشه. اما بسیاری هستن در ایران که متوجه نیستن که دولتشون چگونه دولتی است و تعجب میکنن. این تعجب ناشی از نادانی و جهله، ناشی از این هست که گروهی فکر میکنن ایرانی ها یک در واقع تخم دو زرده‌ای هستند در عالم و واقعا هم نیستند. یعنی شما اگر نگاه بکنید به ملت های دیگر دنیا، میبینید که ملت مردم ایران مثل بقیه مردم دنیا هستند، همه جور موجودی درشون هست، از جنایتکار، از قاچاقچی هست، از مفسد هست، از کسی که 3,000 میلیارد تومان اختلاس میکنه هست، تا آقای مجموعه فرماندهان سپاه که آماده کشت و کشتار هستن توشون هست. آدمای معمولی، آدمای سالم هم در میان ایرانی ها وجود داره.
تشخیص اینا هم اینکه کی کیه وقتی که مشهور نباشن کار بسیار دشواری هست. بنابراین حرف لب سخن من این هست که ایرانی ها گل سرسبد عالم نیستند. از حیث نادانی و جهل در بسیاری از موارد اگر شما با ملت های دیگر مقایسه کنید، اگر میزان مطالعه شون رو نگاه بکنید، میزان کیفیت دانشگاه هاشون رو نگاه بکنید، در میان ملت های دیگر به شدت عقب هستند. کسانی که هندوانه زیر بغل شما میگذاشتن تا الان، من این کارو نمیخوام بکنم، اتفاقا خلاف اون مسیر میخوام حرکت بکنم. این که در یک انتخاباتی، نکته خیلی سادش، در یک انتخاباتی آقای روحانی، یک فرد امنیتی که گوشت و پوست و خونش در این نظام شکل گرفته، مدرک دانشگاهی در واقع رساله دکتراش 60% از کتابای دیگه بلند کرده، فرزندش خودکشی کرده، هیچ کس نمیدونه چرا خودکشی کرده، هیچ کدوم اطلاعاتش عرضه نمیشه، یه آدمی که 40 سال نیروی امنیتی و نظامی این کشور بوده، این رو میان و به قول حکومت که البته من به این آمارها هم اعتمادی ندارم، میگن 24 میلیون نفر به این آدم رأی دادن. این غیر از این که این مردم ایران دارای مشکلاتی هست، در حالی که هیچ کس کسی رو مجبور نکرده که بره و رأی بده. این داستان مهر خوردن شناسنامه اینها واقعا موضوعات امروز دیگه در واقع بلا موضوعه. شاید در دهه 60 برای اینکه کسی رو استخدام کنن به مهر شناسنامش نگاه میکردن، امروز چنین چیزی نیست و اینا توجیهات عجیب و غریبیست برای اینکه افرادی برن و به در فرایند سیاسی حکومت در بیعت شرکت کنن. یه مراسم بیعته. کسانی که در این مراسم بیعت شرکت میکنن، به نامزدهای شورای نگهبان رأی میدن، اینا دارن نشون میدن که واقعا چقدر برای رأیشون ارزش قائل هستن در یک سیستمی که ما رأی مهندسی میشه، بیعت میرن و رأی میدن. واقعا به مردم ایران هم انتقادات جدی، من همیشه معتقد بودم که بخش قابل توجهی از مردم ایران قربانی حکومت هستند و اخلاقا نباید قربانی رو سرزنش کرد. یعنی برای جنایات حکومت جمهوری اسلامی ما نمیتوانیم شهروندان ایرانی رو ملامت کنیم، سرزنش کنیم، چون ها قربانی حکومت هستن. اما بعضی وقتا هست که قربانی ها دارن با جنایتکارها همکاری میکنن، اونجاها هست که قربانی ها رو هم میشود سرزنش کرد. این حکم تام و تمامی نیست. جایی که مردم میرن در مراسم حکومتی شرکت میکنن، جایی که پشت سر آقای خامنه ای یا دیگر روحانیونی که مدام دروغ میگن بر اساس همون شرعی که دارن، نمیشود پشت سر کسی که دروغ میگه نماز خوند. کسانی که مدام در حال دروغگویی هستن میروند و پشت سر اینها نماز میخونن، خب طبعا اینها رو میشود سرزنش کرد، طبعا میشود ازشون بازخواست کرد که شما چرا باید دنبال چنین حکومت و چنین وضعیتی باشید. خلاصه سخن من در این جلسه این هست که انتقاد از مردم، انتقاد از در واقع بیان نادانی‌های مردم، بیان مشکلات مردم در ایران متاسفانه به خط قرمز تبدیل شده. سیاستمداران، دانشگاهیان، هنرمندان، اینا کمتر از مردم انتقاد می‌کنن. به نظر من این رو باید شکست. از مردم در مواردی که شایسته انتقاد هستن، نه در باب جنایاتی که حکومتشون انجام میده، بلکه در مواردی که خودشون در این موضوعات درگیر هستن، مثل تقلب، مثل دروغگویی، مثل مشارکت در فرایندهای حکومتی، در بیعت، در مواردی که هیچ هزینه‌ای هم براشون نداره. اگر مردم ایران به مسجد نرن پشت سر روحانیونی که همه از دولت حقوق میگیرن نماز نخونن، کسی کاری به اونها نداره. اونهایی که میرن، حالا میرن برای اینکه از امتیازاتی که برای این داستان‌ها وجود داره استفاده کنن. خیلی روشن هست. مساجدی که امروز در ایران هست، در هیچ کدامش، یعنی اگر امروز واقعا فقهای شیعه اگر به دستورات خودشون عمل کنن، چون من علم فقه میدانم، علم اصول فقه خوندم، اگر به دستوراتشون بخوان عمل کنن، در هیچ کدام از مساجدی که در ایران وجود داره نمیشه نماز خوند، چون بخش قابل توجهشون غصبیه، زمینشون غصبیه، امکاناتشون غصبیه و امکاناتی هم که امروز براشون فراهمه، آب و برق و اینا همش مجانی دولت به اینها میده، همه اینها غصبی است. این چرا باید آب و برقی که به تک تک شهروندان تعلق داره به مسجد مجانی داده بشه؟
معلومه که اینا تصرف در اموال عمومی هست وقتی که به مسجد داده میشه. اون تا یه مجموعه در حمام اخته ایست اصلا در ایران اخلاق و دین و اینها کاملا به نظر من بی‌معنا شده. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه نهم از دوره 19 مجموعه برنامه‌های در غیر این صورت. تا یادم نرفته تشکر میکنم از کسانی که برای من ایمیل میفرستن، پیشنهاد میکنن، انتقاد میکنن، نکاتی رو متذکر میشن، مطالبی رو در مورد برنامه‌ها به من میگن. اگر برای تلویزیون هم ایمیل بفرستید حتما اونها اینها رو با من در اختیار من میگذارن، به اطلاع من میرسونن. تشکر میکنم از دوستانی که برنامه‌ها رو میبینن، عکس العمل نشون میدن. من در تماس متقابل با این دوستان هستم. حتما در برابر آنچه که در برنامه میگذره اگر نکته‌ای مطلبی چیزی بود در اختیار من و دوستان تلویزیون بگذارید. تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمت شما خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.